به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به گزیگر از ویدیو های چینل جنرال پلاس خوش آمدید. اصابت راکت بر یک خانه مسکونی در قندوز دو کشته بر جا گذاشت. بر اثر اصابت راکت به یک خانه مسکونی در ولسوالی دشت ارچی قندوز دو غیر نظامی جان باخته و پنج غیر نظامی دیگر زخمی شدند. هجرت الله اکبری سخنگوی پلیس قندوز می گوید این رویداد شامگاه روز دوشنبه 6 اسد در روستای شیخ آباد ولسوالی دشت ارچی رخ داده است. به گفته او این راکت از سوی طالبان شلیک شده بود و به یک خانه مسکونی برخورد کرده است. طالبان تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته است. گفتنی است که پیش از این هم اصابت راکت طالبان به خانه های مسکونی از غیر نظامیان قربانی گرفته است. سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر 43% تلفات غیر نظامیان را به طالبان نسبت می دهد. حامد کرزی: جنگ جاری جنگ مردم افغانستان نیست. 8 صبح کابل. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در واکنش به گزارش دفتر نمایندگی سیاسی ناسازمان ملل متحد در کابل یعنی یونما درباره تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول سال 2020 میلادی با نشر اعلامیه گفته است که جنگ جاری جنگ مردم افغانستان نیست. رئیس جمهور پیشین تاکید کرده است که مردم افغانستان سال هاست که به خاطر منافع دیگران قربانی می شوند. حامد کرزی جنگ جاری را کارزار پر از خشونت علیه مردم توصیف کرده و از مردم های افغانی درگیر در این کارزارها خواسته است که به جای ادامه بدارد کشی هر چیز زودتر مذاکرات بین الافغانی را شروع کنند. کرزی تاکید کرده است که طرف های افغانی با ابراز اراده و تصمیم مشترک برای تحقق صلح در کشور اقدام کنند. رئیس جمهور پیشین باورمند است که تنها و تنها صلح و مشارکت هم افغانها بدون تبعیض در پروسه صلح می تواند به فاجعه طولانی در کشور پایان دهد. حامد کرزی در اعلامیه خود افزوده است اتحاد و اتفاق مردم افغانستان یگانه راهی است که با توسل به آن صلح و حاکمیت ملی در کشور تامین می شود و آینده به دستان خود مردم رقم زده خواهد شد. گزارش دفتر اعیاد معاونیت سازمان ملل یعنی یونما درباره تلفات غیر نظامیان در جریان 6 ماه اول سال 2020 میلادی روز دوشنبه 6 اسد نشر شد. یونما در نیمه اول سال جاری 3458 مورد تلفات غیر نظامیان را ثبت کرده است. این رقم شمار 1282 کشته و 2176 زخمی می شود. بر اساس این گزارش سطح خشونت ها در نیمه اول سال جاری میلادی در نوسان بوده است. زنان و کودکان 40% از مجموع تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول سال جاری میلادی را تشکیل می دهد. در این مدت 138 زن کشته و 259 زن دیگر زخمی شدند. همچنان در 6 ماه اول سال 2020 در نتیجه خشونت ها 340 کودک کشته و 727 زن دیگر زخمی شدند. خلیزاد پس از ناروی وارد پاکستان شد. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان در دور تازه سفرهایش پس از ناروی به پاکستان سفر کرد. به نقل از پایگاه اینترنتی اردو پوینت، خلیزاد امروز سه‌شنبه وارد پاکستان شده است. گفته شده که هدف از سفر وای به اسلام آباد جلب حمایت مقامهای پاکستانی از مذاکرات بین الافغانی صلح است. خلیزاد پیش از سفر به پاکستان در ناروی از وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره صلح افغانستان گفتگو کرده است. طبق اعلام سفارت آمریکا در ناروی، خلیزاد در این دیدار تازه‌ترین انکشافات را درباره شروع مذاکرات بین الافغانی، معاونه این روند و چگونگی تلاش‌های جناح‌ها برای رفع آن معلومات داده است. سفارت آمریکا در ناروی گفته است که دو طرف درباره موضوعات کلیدی و تاثیرگذار بر روند صلح گفتگو کرده و بر حمایت حضور کامل زنان در مذاکرات بین الافغانی و دستیابی به صلح پایدار تاکید کردند. نماینده ویژه آمریکا قرار است که در این دور سفرهایش به قطر، بلغاریا و افغانستان نیز سفر کند. هدف از این سفر آقای خلیزاد تلاش برای آغاز هر چه زودتر مذاکرات بین الافغانی و کاهش خشونت در افغانستان گفته شده است. حضور عبدالغفار داوی زندانی دوسیه فساد کابل بانک در دفتر سرپرست بانک مرکزی. بانک مرکزی حضور عبدالغفار داوی در این بانک را تایید کرده است. این در حال است که آقای داوی از متهمان قضیه فساد کابل بانک و در حال حاضر زندانی است.
در اعلامی این بانک که امروز سه‌شنبه 7 اسفند نشر شده آمده است که آقای داوید توسط کریم عتل نماینده هلمند در مجلس نمایندگان بدون هیچ نوع اطلاع قبلی به دفتر اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی آورده شده است. بانک مرکزی از این اقدام نماینده هلمند ابراز تأسف کرده و گفته اجمل احمدی از کریم عتل درخواست کرده است تا جلسه و تنهایی با آقای عتل صورت گیرد و از آقای داوی خواسته شده تا جلسه را ترک کند که این درخواست با واکنش تند از سوی محترم کریم عتل روبرو شده است. بانک مرکزی در عین حال گفته است که بحران کابل‌بان یکی از قضایای بزرگ فساد است که آقای عبدالغفار داوی یکی از متحدین این قضیه است و به منظور عدم پرداخت قروض به زندان محکوم شده است. با این حال بانک مرکزی گفته است که کریم عتل نماینده مردم هلمند در مجلس چندین بار به بانک مراجعه کرده و به گفتگو درباره قضیه آقای داوی تاکید داشته است. در اعلامیه بانک مرکزی در این زمینه آمده است از آن جایی که قضیه عبدالغفار داوی یک قضیه حقوقی بوده، اجمل احمدی سرپرست کل در افغانستان بانک به تنظیم یک جلسه با وکیل مدافع آقای داوی و تیم حقوقی در افغانستان بانک موافقه نموده تا قضیه را پیگیری نمایند. اما طبق اعلامیه صبح دیروز کریم عتل به بانک مرکزی آمده و بدون هیچ نوع اطلاع به عبدالغفور داوی به دفتر اجمل احمدی با برخورد با خود آورده است. بانک مرکزی در این حال گفته پرونده آقای داوی و قضیه کابل بانک تحت بررسی است و یک تعداد افراد می خواهند روند تصمیم گیری در این قضیه را تحت نفوذشان قرار دهند. ترامپ: تا پایان سال روان واکسین کرونا را تولید می کنیم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از یک مرکز تحقیقی در کالیفرنیا شمالی دیدار کرد. به نقل از خبرگزاری روی ترس، ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شامگاهی گذشته دوشنبه از یک مرکز تحقیقی در کالیفرنیا شمالی دیدار کرد. وی تا این سفر وعده داد که به زودی خبرهای خوبی در زمینه واکسین کرونا اعلام می شود. ترامپ همچنین گفت که کشورش به زودی نه تنها واکسین کرونا بلکه درمان آن را نیز ارائه خواهد کرد. ترامپ که با ماکس در این بازدید حضور داشت گفت از آمریکایی ها انتظار داریم که کار را درست انجام داده و از گردهمایی ها و تجمع ها خودداری کرده فاصله اجتماعی را رعایت کنند، نظافت شخصی را در پی گیرند و همچنین زمانی که نیاز بود از ماسک استفاده کنند. وای در ادامه گفت چیزی که بسیار مثبت درباره واکسن کرونا شنیدم، فکر کنم تا پایان سال می توانیم به آن دست یابیم. وای همچنین خواستار بازگشایی ایالت‌ها و از سرگیری فعالیت‌ها شد. سفرهای ولایتی رئیس جمهور و خواب‌های آشفته همسایگان. شاید برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که سفرهای داخلی رئیس جمهور افغانستان نسبت به سفرهای خارجی او بیشتر می شود. آقای غنی از زمان انجام مراسم سوگند به عنوان رئیس حکومت جدید و چند ولایت سفر کرده که تازه ترین آن ولایت نیمروز در غرب افغانستان بود. سفرهای ولایتی آقای غنی تا اکنون عمدتاً به ولایت‌های شدید آشوب زده یا محروم صورت گرفته است. حرکت معنادار که می‌تواند نشانگر تغییرات جدی در نگاه رئیس جمهور نسبت به مسائل داخلی باشد. این سفرها در عین حال اغلباً حاوی دو پیام مهم است: استقرار امنیت و مبارزه با ناامنی و رشد توسعه اقتصادی. با توجه به امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان که از حمایت قوی پاکستان به عنوان بزرگترین حامی طالبان برخوردار است، سفر به ولایت‌های ناامن و آشوب زده پیام قدرتمند از جانب ارگ ریاست جمهوری به آمریکا، پاکستان و دیگر همپیمانان طالبان مفرستند، مبنی بر اینکه پیروزی از راه جنگ امکان پذیر نیست و دولت مرکزی اجازه سقوط ولایت‌ها و سلطه طالبان بر مناطق دوردرس را نمی‌دهد. این برخلاف طرح اولی آمریکا مبنی بر واگذاری مناطق روستایی و دوردست به طالبان و نیز در تضاد با رویکرد کنونی طالبان و پاکستان است که با تشدید بهرویه خشونت قصد دارند اقتدار و سلطه دولت مرکزی بر ولایت‌ها و لوسولی‌ها را تضعیف کنند. شاید آقای غنی با این سفر می‌خواهد نشان دهد که سقوط دولت مرکزی شبعه آنچه برای حکومت نجیب رخ داد حتی در صورت خروج کامل نیروهای آمریکایی خیال است و در سخنرانی‌اش در زیان سفرهای ولایتی با وضع تلاش می‌کند حمایت سرسری مردم افغانستان را از مرکز دولت جلب کند و به همین ترتیب اقتدار حکومت را پا بر جا باند. سپاس که تا این دم با ما بودید.
برای ویدیوهای بیشتر چینل را دنبال و سابسکرایب نمایید.